بیانیه کاخ سفید، جان بولتون. آمریکا گروه ضربت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و یک نیروی ویژه بمب‌افکن را برای فرماندهی مرکزی سنتکام اعزام می‌کند تا پیامی روشن به رژیم ایران بدهد که هر گونه حمله به منافع آمریکا با نیروی بی امانی مواجه خواهد شد. هشدار وزیر خارجه آمریکا به رژیم آخوندی به دنبال بیانیه کاخ سفید. حتی اگر اقداماتی از سوی نیروهای نیابتی رژیم ایران مثل شبه نظامیان حوثی یا شبه نظامیان حزب الله صورت بگیرد، ما از سران رژیم ایران مستقیما حسابرسی خواهیم کرد. Associated Press. گروه کشتی‌های ضربت ابراهام لینکلن و هواپیماهای رزمی اخیراً در دریای مدیترانه کار کرده‌اند و اشاره جان بولتون به منطقه فرماندهی مرکزی سنتکام به این معنی است که ناو هواپیمابر لینکلن روانه شرق دریای احمر و بعد از آن راهی خلیج فارس است. CNN. سرهنگ سدری کلیتون، معاون مدیر پیشین آموزش در آژانس امنیت ملی آمریکا، در رابطه با قدرت آتش این مجموعه گفت دست کم 90 هواپیما بر روی عرشه ناو لینکلن حضور دارند و این حضور نظامی بزرگی است که برای ارسال پیامی به رژیم ایران طراحی شده است. به گزارش هیل، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در سالگرد خروج از برجام تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ایران برقرار خواهد کرد. وال استریت ژورنال گزارش کرده که انتظار می‌رود دولت ترامپ تحریم‌هایی علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال کند. اطلاعیه کمیسیون انتشارات شورای ملی مقاومت، کتاب‌های روشنگر درباره سپاه پاسداران و تسلیحات کشتار جمعی رژیم آخوندی. گفتگو با بهرام مودت، دروازه‌بان سابق تیم ملی ایران و عضو شورای ملی مقاومت، درباره چنگ‌اندازی سپاه تروریستی پاسداران بر ورزش کشور. قیمت دلار روز دوشنبه باز هم افزایش یافت و از مرز 15,000 تومان گذشت. روز دوشنبه هر یورو نیز با 100 تومان افزایش 16,700 تومان به فروش رسید. به دنبال واکنش شدید اجتماعی در مورد افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین، مجلس رژیم سراسیمه انجام طرح افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را متوقف کرد. التهابی که برای مردم ایجاد شد در رابطه با گران شدن بنزین و همچنین سهمیه بندی، هنوز مجامع رسمی قانونی نگفته بودن. بعضی خبرگزاری ها گفتن که واقعا مغایر امنیت ملی. گرانی سرسام‌آور در آغاز ماه رمضان. کالاهای ضروری تا 3 برابر قیمت نسبت به سال گذشته به فروش میرسد. مجلس ارتجا. هراس حکومت آخوندی از فوران خشم و اعتراض مردم به خاطر گرانی و فساد و چپاول حکومتی. با توجه به شرایط فعلی کشور، به ویژه در خصوص گرانی های لجام گسیخته که داد مردم را به افلاک رسانده و کارد به استخوانشان رسیده. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم. به دنبال انتشار بیانیه کاخ سفید در مورد اعزام گروه ضربت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و کشتی‌های همراهش به منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، خبرگزاری‌ها به نقل از منابع پنتاگون نوشتند ناو لینکلن پیش از این در جریان عملیات طوفان صحرا در جنگ کویت در اوایل دهه 1990
و همچنین در آستانه حمله آمریکا و متحدانش به عراق در مارس 2003 به این منطقه اعزام شده است. گزارشی داریم درباره بیانیه کاخ سفید. کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای از سوی جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در پاسخ به شماری از علائم دردسرساز و تشدید شونده از سوی رژیم ایران، ایالات متحده آمریکا گروه ضربت ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن و یک نیروی ویژه بمب‌افکن را برای فرماندهی مرکزی سنتکام اعزام می‌کند تا پیامی غیر قابل انکار به رژیم ایران بدهد، مبنی بر اینکه هر گونه حمله به منافع آمریکا یا متحدانش با نیروی بی امانی مواجه خواهد شد. این بیانیه می‌افزاید ایالات متحده به دنبال جنگ با رژیم ایران نیست، اما ما به طور کامل آماده ایم تا به هر گونه حمله از طرف نیروهای نیابتی یا سپاه پاسداران و نیروهای مسلح خود این رژیم باشد پاسخ بدهیم. همزمان آسوشیتد پرس گزارش داد گروه کشتی‌های ضربت ابراهام لینکن و هواپیماهای رزمی اخیراً در دریای مدیترانه کار می‌کردند و اشاره جان بولتون به منطقه فرماندهی مرکزی سنتکام به این معنی است که ناو هواپیمابر لینکن روانه شرق دریای احمر و شاید هم بعد از آن راهی خلیج فارس باشد. اشاره بولتون به نیروی ویژه بمب‌افکن اشاره به این دارد که پنتاگون بمب‌افکن‌های مستقر در زمین را در جایی در این منطقه مستقر کرده باشد. آسوشیتد پرس افزود چهارشنبه گذشته گروهی از مقامات ارشد دولت آلبانی روی عرشه ناو هواپیمابر لینکن که از آدریاتیک عبور می‌کرد حاضر شدند و از آن بازدید کردند. CNN نیز در این رابطه گزارش داد آمریکا یک ناو هواپیمابر و گروه ضربت را به خاورمیانه اعزام می‌کند. آمریکا می‌گوید این در پاسخ به هشدارهای دردسرساز از جانب رژیم ایران است. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید گروه ضربت ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن و یک نیروی ویژه بمب‌افکن اعزام خواهند شد. سرهنگ سدریک لیتون معاون مدیر پیشین آموزش در آژانس امنیت ملی آمریکا در رابطه با قدرت آتش این مجموعه گفت که این مجموعه دست کم 90 هواپیما بر روی عرشه ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن دارد که شامل هواپیماهای بال ثابت و بال متحرک یعنی هلیکوپترها به علاوه یک نیروی ویژه بمب‌افکن می باشد که شامل 5 تا 6 بمب‌افکن یا شاید بیشتر باشد که بستگی به آن دارد که به کجا اعزام شوند و چه تعداد هواپیمای پشتیبانی در آن گروه باشند. اما حضور نظامی بسیار بزرگی است و در این مورد برای ارسال پیامی به رژیم ایران طراحی شده است. وزیر خارجه آمریکا به دنبال صدور بیانیه کاخ سفید و اظهارات جان بولتون در مورد اعزام گروه ضربت ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن به خاورمیانه و خلیج فارس به حکومت آخوندی هشدار داد. هشدار وزیر خارجه آمریکا به حکومت آخوندی: حتی اگر اقداماتی از سوی نیروهای نیابتی رژیم ایران مثل شبه نظامیان حوثی یا شبه نظامیان حزب الله صورت بگیرد، ما از سران رژیم ایران مستقیما حسابرسی خواهیم کرد. سایت وزارت امور خارجه 16 اردیبهشت 98. وزیر خارجه مایکل پومپئو در حال پرواز به فنلاند طی مصاحبه‌ای در هواپیما با رسانه‌های همراهش گفت شاید بیانیه‌ای که از طرف کاخ سفید صادر شد دیده باشید. ما مدتی روی این بیانیه کار می‌کردیم. این کاملاً درست است که ما اقدام افزایش دهنده تنش از جانب رژیم ایران مشاهده کردیم و به همین میزان صدق می‌کند که ما این رژیم را مورد حسابرسی قرار خواهیم داد. حتی اگر اقداماتی از سوی هر نیروی نیابتی رژیم ایران مثل شبه نظامیان حوثی یا شبه نظامیان حزب الله صورت بگیرد، ما از سران رژیم ایران مستقیما حسابرسی خواهیم کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود
می خواهیم به روشنی پیام را به رژیم ایران تفهیم کنیم که ما به اقداماتی که آنها ممکن است انجام بدهند چگونه پاسخ خواهیم داد. به گزارش هیل، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در سالگرد خروج ایالات متحده از برجام تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ایران اعلام خواهد کرد. هیل نوشت: سایت آکسیوس در آمریکا به نقل از دو مقام بلندپایه دولت آمریکا گزارش کرد، گفته می‌شود دونالد ترامپ تحریم‌های جدید و قابل توجهی را علیه بخش‌های دیگری از اقتصاد رژیم ایران برقرار خواهد کرد. هیل افزود: هفته گذشته والستریت ژورنال گزارش کرد که انتظار می‌رود دولت ترامپ تحریم‌های علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال کند. در پی شکست مأموریت جواد ظریف که برای باز کردن باب مذاکره از طریق گفتگو بر سر تبادل زندانی به آمریکا رفته بود، رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت آخوندی با ناامیدی گفت: مذاکره را مطلقاً منتفی می‌دانم. رحمانی فضلی که در جلسه استانداران سخنرانی می‌کرد افزود: حتی تصور مذاکره در شرایط فعلی معادل پذیرش فشار بیشتر و گام‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی است. فشار آمریکا بر نظام از طریق نفت و با خیال به صفر رساندن فروش نفتمان است. خبرهای این ساعت را با اطلاعیه کمیسیون انتشارات شورای ملی مقاومت ادامه می‌دهیم. کتاب‌های روشنگر درباره سپاه پاسداران و تسلیحات کشتار جمعی رژیم آخوندی. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون انتشارات، 15 اردیبهشت 1398. در پی لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران در آمریکا، کمیسیون انتشارات فهرست کتاب‌هایی را که مقاومت ایران در 5 سال اخیر در این کشور پیرامون صدور تروریسم، بنیادگرایی، جنگ‌افروزی و تسلیحات کشتار جمعی رژیم آخوندها منتشر کرده است، به اطلاع علاقه‌مندان می‌رساند. کتاب چگونه رژیم ایران جهان را فریب داد، ژوئن 2014. درباره اقدامات سیستماتیک حکومت آخوندی برای مخفی نگه داشتن پروژه تولید سلاح هسته‌ای. کتاب دروغگویی اتمی رژیم ایران، ژانویه 2016. درباره شگردهای فریبکارانه رژیم در مذاکرات با کشورهای 5+1. کتاب ایران، ماجرای فریب و لاپوشانی، فوریه 2016. درباره کمیته سری رژیم برای پنهان کردن ابعاد نظامی برنامه اتمی و فریب دادن آژانس. کتاب چگونه رژیم ایران به آتش جنگ در سوریه دامن می‌زند، در 2 جلد، سپتامبر و نوامبر 2016. درباره دخالت‌های رژیم در سوریه از طریق 5 فرماندهی نظامی همراه با تصاویر و مشخصات بیش از 60 تن از فرماندهان به هلاکت رسیده رژیم در سوریه. کتاب ظهور امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران، مارس 2017. درباره تمرکز اقتصاد ایران در 14 غول مالی تحت کنترل ولی فقیه و سپاه پاسداران. چگونه ولی فقیه و سپاه پاسداران درآمد نفت و دارایی‌های مردم ایران را خرج تروریسم می‌کنند. کتاب کمپ‌های آموزش تروریستی در ایران، ژوئن 2017. درباره چگونگی عضوگیری عناصر خارجی برای به کار گرفتن آنها در جنگ و صدور تروریسم و آموزش دادن آنها در 15 مرکز. کتاب قلب برنامه اتمی رژیم ایران، اکتبر 2017. درباره جزئیات سایت‌های اتمی وابسته به سپند که توسط آژانس بازدید نشده. کتاب ایران، سرکوب سایبری، فوریه 2018. درباره جاسوسی سایبری توسط سپاه پاسداران.
کتاب انباشت بالستیک در ایران مه 2018 درباره شتاب رژیم برای ساختن موشک‌ها با توان حمل کلاهک هسته‌ای، ساختار موشکی سپاه و وزارت دفاع رژیم و جزئیات 42 سایت مربوط به ساخت، نگهداری و شلیک موشک. کتاب افزایش ترور و آشوب توسط رژیم ایران، نوامبر 2018. درباره دخالت‌های جنگ‌افروزانه رژیم در کشورهای منطقه، تروریسم در خارج کشور و نقش سفارتخانه‌های رژیم. کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران چگونه سفارت‌های آخوندها شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می‌کنند. مه 2019 درباره عملکرد سفارتخانه‌های رژیم به ویژه در آلبانی، آلمان، اتریش، ایتالیا، ترکیه، سوئد و فرانسه. از این پیشتر سه کتاب پایه‌ای درباره عملکرد فاشیسم دینی حاکم بر ایران و تهدید آن برای منطقه و جهان منتشر شده است. این کتاب سپاه پاسداران، ارتش بنیادگرا و تروریست 2008 مهدی ابریشمچی. کتاب تهدید رژیم ایران احمدی نژاد و بحران اتمی در چشم‌انداز فوریه 2007 علیرضا جعفرزاده. کتاب بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی 1993 محمد محدثین. شورای ملی مقاومت ایران نه فقط افشاگر اقدامات و پروژه های ضد ملی رژیم آخوندها، بلکه پیشگام و مروج اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل سیاست فاجعه آفرین مماشات بوده است تا به گفته مسئول شورا جامعه بین المللی بیدار شود، وجدان‌های انسانی برانگیخته شوند و ساختار تحریم‌های فلج‌کننده رژیم و لیزگذاری آنها آجر به آجر آن هم از پایین ساخته شود. 27 تیر 1394 این نقش هدایتگر و سمت دهنده نه تنها ادای وظیفه در قبال ملت و دفاع از مصالح عالی کشور، بلکه همچنین خدمتی به جامعه جهانی در راستای صلح و ثبات منطقه پرآشوب خاورمیانه است. بیانیه سالانه شورا مرداد 1385 شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون انتشارات، 15 اردیبهشت 1398
برملا شدن هویت پاسدار غفور درجزی که با نام جعلی مصطفی مدبر مدیر عامل باشگاه ورزشی سایپا را بر عهده دارد، بار دیگر موضوع چنگ انداختن سپاه پاسداران بر ورزش ایران به خصوص فوتبال را مطرح کرده است. درباره چنگ اندازی سپاه تروریستی پاسداران بر ورزش میهنمان، نظر آقای بهرام مودت، دروازه‌بان نامدار تیم ملی فوتبال ایران و عضو شورای ملی مقاومت ایران را پرسیدیم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. بله، سوال خیلی خوبی کردید. اساساً یکی نقش سپاه پاسداران در ورزش که حدوداً اگه اشتباه نکنم از 20 تا 25 سال گذشته شروع شده حضورش، و صحبتایی که علی دایی چه قبل از اخراجش از سمت مربیگری تیم سایپا و چه صحبتای بعدش. خب ابتدا صحبتایی که علی دایی کرده، خب افشاگری هایی هم که کرده، مطمئن نیستم که از شایدم آگاه بود از نقش مصطفی مدبر که اسم جعلی است و یکی از اسمای جعلی در واقع همین غفور درجزی هست که معروف به سردار غفور بوده، صحبتایی کرده و در اونجا اشاره کرده که اصلا این حکمی که گرفته اساسا رسمی نیست، چرا که مصطفی مدبر رو اصلا نمیشناسه، و بعدم افشا کرده که با توجه به اینکه صداش از تلویزیون شناخته این همون نفره. و خب همونطور که مقاومت هم قبلا بعد از ترورهایی که انجام شد، قاسملو و نقدی و رستوران مکنوس و افشاگری رو کرده، ولی اون سوالی که شما که در واقع نقش سپاه مثل تمام عرصه‌هایی که وارد شده جز خرابی و جز آوردن فساد بیشتر و باندبازی چیزی دیگه نبوده. در ورزش هم هر کجایش رو که ما بخوایم دنبال بکنیم و سپاه در اونجا حضور داشته باشه جز همین آثار مخربی که متاسفانه شاهدش هستیم. به ورزش ایران که بعد از انقلاب دست اینا افتاد که خودش بیمارگونه ادامه میداد تا اینکه سپاه وارد شد و الان دیگه نفسهای آخرش رو میزنه. اون چیزی که سپاه وارد کرده حضور تمام فرمانده ها نظامیان از رده های دیگه در مدیریت های مختلف از باشگاه ها گرفته تا رؤسای فدراسیون ها گرفته تا حتی حق انتخاب در مورد مربیان تیم ها و تیم های ملی، و بیشتر اینه که حتی در تماشاگران هم رخنه کرده تا بتونه شعارها رو به سمت و سوی خودش و اهداف خودش ببره. در مجموع من با توجه به وقت میتونم اینو در یک کلام بگم که حضور سپاه کاملا منفی بوده در ورزش و کاملا مخرب. در این مورد میشه گزارش طولانی داد، ولی اون چی که من الان اینجا میخوام بگم، اولا که به عبارتی افشاگری شده و از طرفی هم که خب این حق مقاومت هست که واقعا این گونه افراد مثل همین غفور درجزی که سابقا با نام منصور بزرگان، امیر منصور بزرگان اصل هم در ترور حسین نقدی از اعضای شورای ملی مقاومت دست داشته در اسفند ماه 71 و مکنوس و همینطور قاسملو. این واقعا جا داره که بیشتر به این افشاگری پرداخت، چرا که از زبان کسی واقعا افشای نامهای مختلف مصطفی مدبر که ورزشی هم نبوده، ضمناً اینو اشاره بکنم که آدم غیر ورزشی بوده و حالا مدیر عامل باشگاه سایپا شده. در مجموع در مورد نقش سپاه در ورزش و توجه بکنیم که اساساً فقط و فقط به خصوص در فوتبال فقط و فقط موضوع حیاتی رژیم یعنی امنیت و کنترل اونم در تمام سطوح هست و اینو سپاه با تمام قدرت دنبال میکنه و هزینه های زیادی رو هم داره میپردازه، حتی به لحاظ مالی و حتی با آوردن یه همچین افرادی که تا اسمشون میاد مشخص میشه که در چه جنایت های دست داشتن و مستقیم شرکت داشتن. تأکید اتحادیه اروپا بر انجام کامل تعهدات رژیم آخوندی به برجام و لزوم گفتگو بر سر برنامه موشکی و جنگ افروزی های منطقه‌ای رژیم علی رغم حمایت های اروپا از برجام،
دیکتاتوری آخوندی را در گرداب بحران‌های بی‌علاج این مرحله برآشفته و به سرخوردگی و جدال در درون رژیم دامن زده است. زمانی نیا معاون وزیر نفت رژیم گفت برجام بسیار توافق خوبی بود، اما اروپایی ها نتوانستند پایان بمانند. در عرصه عمل اروپایی ها کار زیادی نمیتوانند بکنند. کیهان خامنه‌ای در واکنش به این اظهار نظر نوشت اگر اروپا کار زیادی نمیتواند انجام دهد، چرا با او توافق و تعهد متقابل کردید؟ اگر طرف اصلی شما در برجام آمریکا بوده، چرا باز هم به شکل یک طرفه به تعهدات عمل می کنید؟ در مورد برجام، وقتی آقای عراقچی میگه آیدی ما از اروپا نزدیک به صفره، آقای زرید میگه 1% اروپا به تعهدش عمل کرد، ما برای چی موندیم؟ آیا تاریخ در مورد ما قضاوت روشنی خواهد کرد؟ روزنامه حکومتی سیاست روز نیز خطاب به دولت روحانی نوشت چرا برجام را فتح الفتوح می‌دانی در حالی که خامنه‌ای به صراحت گفت که هدف از امضای آن برداشتن همه تحریم‌ها بود که محقق نشد. هیچ نهاد بین المللی و حتی کشورهای باقی مانده در برجام نیز تنها به یک ابراز نگرانی از اقدامات آمریکا بسنده کردند و توان واکنش قاطعانه ندارند. از سوی دیگر یک دیپلمات سابق رژیم به نام بیگ دلی گفت نظام تحت هیچ شرایطی نباید از برجام خارج شود. نتیجه خروج از برجام بازگشت پرونده نظام به شورای امنیت است. اگر این اتفاق رخ دهد، اروپا، چین و روسیه هم به تحریم‌ها علیه نظام خواهند پیوست و حتی ممکن است کار به جاهای باریک بکشد. اخبار از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. قیمت دلار روز دوشنبه باز هم افزایش یافت و از مرز 15000 تومان گذشت. روز دوشنبه هر یورو نیز با 100 تومان افزایش 16700 تومان به فروش رسید. در آستانه ماه رمضان که کالاهای ضروری تا 3 برابر قیمت نسبت به سال گذشته به فروش می‌رسد، مردم می‌بایست حتی برای خرید خرما و پنیر و گوشت ساعت‌ها در صف بایستند. شکر با 3 برابر قیمت نسبت به سال گذشته کمیاب است و تنها پس از ساعت‌ها انتظار مردم در صف‌های طولانی به میزان حداکثر 3 کیلو با قیمت هر کیلو 10000 تومان فروخته می‌شود. قیمت هر کیلو آش و حلیم ساده نیز بیش از 2 برابر قیمت سال گذشته، هر کیلو 25000 تومان اعلام شد. قیمت هر کیلو آش و حلیم سال گذشته 12000 تومان بوده است. هر کیلو زولبیا و بامیه 20000 تومان است که نسبت به سال قبل 6000 تومان گران‌تر است. رژیم آخوندی همچنین می‌خواهد قیمت آب‌بها در تهران را در خرداد ماه تا 16% افزایش دهد. به دنبال واکنش شدید اجتماعی در مورد افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین که قرار بود در روزهای آینده به اجرا درآید، مجلس رژیم سراسیمه انجام طرح افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را متوقف کرد. هفته گذشته رسانه‌های رژیم اعلام کردند بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، طرح سهمیه بندی بنزین از نیمه شب پنجشنبه 12 اردیبهشت به اجرا در می‌آید که بر اساس آن میزان بنزین سهمیه‌ای 60 لیتر و قیمت آن 1000 تومان برای هر لیتر، ولی قیمت بنزین آزاد به 2500 تومان در هر لیتر و نرخ بنزین سوپر به 3000 تومان خواهد رسید. به دنبال انتشار این خبر، پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع اذعان کرد در نشست سران قوا درباره این موضوع بحث و مقرر شد که به گونه ای اجرا شود که قانون رعایت شود، ولی قانون اجازه داده که این موضوع با شرایطی انجام شود. وزیر نفت رژیم نیز پیش از این گفته بود افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند منطقی است. با مطرح شدن این موضوع توسط سران و کارگزاران رژیم، تورم هم رو به افزایش گذاشت و بنا به گزارش مرکز آمار رژیم، تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین سال قبل به 51.4%
رسیده است. از هفته گذشته نیز در شهرهای مختلف کشور به رغم اعلام به تأخیر افتادن اجرای سهمیه بندی بنزین، صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها تشکیل شد. شدت واکنش مردم و فضای انفجاری جامعه به حدی بود که مجلس رژیم در جلسه روز یک شنبه خود ضمن هشدار به پیامدهای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اعلام کرد این طرح در سال جاری اجرا نخواهد شد. التهابی که برای مردم ایجاد شد در رابطه با گرون شدن بنزین و همچنین سهمیه بندی هنوز مجامع رسمی قانونی نگفته بودن، بعضی خبرگزاری ها گفتن که واقعا مغایر امنیت ملی. من همینجا میخوام ببینم که شورای اقتصادی سران سه قوه تو کی میخواد ادامه بده و این تصمیمات بگیره. در یک شرایط خاص اگر اجازه هم مجلس به جایی می‌دهد، قرار نیست که در یک شرایط خاص بیایند و مسئله سهمیه بندی بنزین مطرح بشه. ما در شرایط عادی کار مردم را سخت می‌کنیم، چرا در شرایط سخت کار مردم را سخت‌تر بکنیم؟ آخه الان وقت سهمیه بندی بنزین، جواب یک کارگر، جواب یک کشاورز، جواب کسی که اندک حقوقش کفاف تورم امروز را به مدت یک هفته هم نمیدهد چه بگویم؟ در رابطه با بنزین دولت مجوز این رو نداشته، چرا اعلان میکنه؟ چرا التهاب ایجاد میکنه؟ مجوز قانون در دست دولت نبوده. این حرکت مشکوک و غیر مدبرانه بوده. جایگاه مجلس رو در جامعه زیر سوال بردن. نظام اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت. تشویش اذان عمومی ایجاد شد. مطرح کردن بحث بنزین یک حرکت غیر معقولانه و استراب در جامعه ایجاد کرد. ما تقاضا می‌کنیم با این شرایط جامعه، با این اوضاع احوال گرونی ها، این بحث رو دیگه به مردم تحمیل نکنیم. در رابطه با گرانی، حقیقتاً آستانه تحمل مردم شریف به ویژه اقشار آسیب پذیر را بریده. مردم چه کنن که دولت و دستگاه نظارتی به وظیفه ذاتی خود عمل کنن؟ حقیقتاً این وضع قابل تحمل نیست. در این شرایط متاسفانه جماعتی هم بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه شایعه پتک گرانی بنزین را یک شبه به سر جامعه میکوبند و باعث تشویش افکار عمومی میشوند. مجلس ارتجاع روز یک شنبه صحنه ترس و نگرانی رژیم از فوران خشم و اعتراض مردم به خاطر گرانی و فساد و چپاول حکومتی بود. با توجه به شرایط فعلی کشور به ویژه در خصوص گرانی های لجام گسیخته که داد مردم را به افلاک رسانده و کار به استخوانشان رسیده، توجه به چند نکته ضروری است. امروز بدتر از گرانی های کمرشکن وضع نابسامان و بی‌ثبات قیمت هاست. چرا باید قیمت زمین و مسکن و کاغذ و خودرو و قوت لایبود مردم مانند گوشت و برنج و مرغ و پیاز و چای و قند و شکر و خرما اینطور دل بخواهانه و سر به هوا افزایش کهکشانی یابد؟ مردم به شدت نسبت به گرانی ها کاهش ارزش پول ملی و عدم نظارت و بی‌تدبیری مسئولین گله‌مند و معترضند. شاهد آشفتگی های فراوانی در این نظام عرضه و تقاضا هستیم که باعث آزردگی شدید خانواده ها و آحاد مردم و تبعات اجتماعی سیاسی و امنیتی آن هستیم. امروز ما تورمی که در کالاها داریم، به ویژه کالای اساسی که بیش از 100% کالاهای اساسی ما بعضن افزایش قیمت و در سبد این عزیزان کارگر، فرهنگیان، کارمندان و حقوق بگیران، کشاورزان، اینها کمتر از 15 قلم قرار گرفته است. در پیمان سپاری ارزی متاسفانه شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی 318 شرکت دولتی و شبه دولتی اینها ارزششون رو بر نمی‌گردونن. یک کارشناس خارجی استخدام کردن، 138 میلیون تومان در ماه حقوق بهش میدن. 28 میلیارد دلار تو این شرایط صادرات غیر نفتی رو بر نگردوندن کشور. بانک مرکزی چیکار می‌کنه؟ آقایون وزارت اقتصاد چیکار می‌کنن؟ وزارت صنعت چه کار میکنه؟
حجم نقدینگی بالا در حدود 1800 هزار میلیارد تومان که هر 4 سال دو برابر می شود و در 40 ساله گذشته ارزش پولی در 10 دوره 4 ساله به میزان 2 به توان 10 یعنی 2046 برابر شده است و در 4 سال پیش رو به اندازه همه 40 سال به اندازه همه 40 سال گذشته افزایش نقدینگی داریم و میباید جلوی موزر را گرفت. اعتماد عمومی مردم کم رنگ شده است. آیا با رانت گوش، رانت نهادهای دامی، حتی رانت دارو و هزاران رانت مشهود دیگر مقابله کردیم؟ با کدام عقل سلیم میتوان پذیرفت که از یک طرف دام زنده را با هواپیما وارد کنیم و از طرف دیگر دام را صادر کنیم؟ به گزارش رسانه‌های حکومتی حوالی ظهر روز دوشنبه خط لوله 42 اینچ نفت نیوچم در مسیر امیدیه به تأسیسات مارون 2 در حین انجام کار تعمیرات دچار نشتی نفت گردید که با توجه به شدت نفتریزی بعد از حدود 45 دقیقه دچار آتش سوزی شد و به موازات آن خط 12 اینچ گاز مایع نیز دچار حریق گردید. یک هواپیمای در حال فرود اضطراری در مسکو حداقل 41 کشته بر جای گذاشت. هواپیمای شرکت ایرفلوت روسیه یک سوپرجت مسافربری سوخوی 100 بود که 78 سرنشین داشت. این هواپیما شنبه یکشنبه در یکی از فرودگاه‌های اصلی مسکو هنگام فرود اضطراری آتش گرفت. Быстрее! Все разлито.